امروز رسیدیم به قسمت دوم از داستان سلما بنت قیس این بانوی بزرگوار و صحابی رسول خدا صلی الله علیه و به اشاره کردیم به ارج و منزلت ایشون که ایشون در واقع از خاله های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حساب میشه بر اساس اون رگوریشه عربی که وجود داره و اشاره کردیم که سلیت که جزء مجاهدی هست که کنار رسول خدا صلی الله علیه هست که در قرن 14 یعنی در سال 14 هجری شهید شد در اون جنگ جسر معروف پل معروف و اینکه ایشون در جزء مسلمانانی که در دو قبله نماز خونده هم به سوی بیت المقدس هم به سوی کعبه چرا این بحث دو قبله رو ما مطرح میکنیم؟ به خاطر فضیلتی که برای کسانی که نشون میده با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابتدا بودن چون اولین کسانی که ایمان آورده و کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام هست ابو نعیم اصفهانی نقل میکنه در مورد این بانوی بزرگوار و منظر که میگه ایشون المسلیت القبلتين. این اهمیتیه که نگاه کنید بزرگان تاریخ به این مسئله اهمیت دادن ایشون شخصیتی که به جهت دو قبله نفاز خونده از همه مهمتر المحافظت علی بیعت البیعتین ایشون در دو بیعت با پیامبر همراه بوده حالا اون بیعتی که پیامبر مدینه هجرت کرده و بیعتی که اونجا در بیعت رزوان هست که میگه سلما بنت قیس نجاری هست یک نکته خیلی زیبایی در بیعت ایشون با پیامبر خدا صلص... صلی الله علیه وسلم این سلما بنت قیس یا ام المنذر داره اونم اینه که ببینیم چگونه هست این داستان رو خود ایشون نقل میکنه که میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما رو خواست که باز همه زنها به صورت عمومی بیعت بکنه و از ماها شش مطلب رو در بیعت خواست شش مطلب رو خواست میگه زنها اومدن بیعت کردن با پیامبر خدا صلی الله علیه و شش شرط رو پیامبر برای اونها مطرح کرد که وقتی که بیعت میکنید و اسلام رو میپذیرید با من همراه میشید یک اول این که برای الله شریکی قرار ندید شرط دوم این بود که دزدی نکنید یعنی شما مسلمان میشید بیعت میکنید دزدی نکنید شرط سوم این بود که مرتکب عمل فاهش و زنا هم نشید شرط چهارم این بود که فرزندانتون رو هم نکشید شرط پنجم این بود که نکنه شما بهتان بزنید و نسبت به دیگران تهمت و فلان یا کارهایی انجام بدید که ناشایست نسبت به دیگران اتهاماتی رو نسبت بدید و شرط ششمی که اینجا پیامبر نقل کرد گفت که مبادا که شما در اون چی که خدا دستور داده نافرمانی بکنید و دچار گناه بشید و گو پیامبر اگر شما بیعت کردید بر اون چی که هستید با من و این دستورات رو قبول کردید من زمانت میکنم که بهشت نصیب همه شما هست و همه شما بهشتی خواهید شد که در قرآن, در قرآن هم اشاره به این کرده که یا ایو النبی و ای پیامبر اذا جاءك المؤمنات وقتی زنان مؤمن اومدن پیشت یا با که با تو بیعت کنن الا الله نه اینکه برای خدا شریک قرار ندن لا به بالله شیئا برای خدا شریک قرار ندن و لا نه و دزدی هم نکنن و لا نه و زنا و عمل فاحشه هم انجام ندن ولا یقتلن اولادهن نه فرزنداشون هم نکشن ولا یاتین به بهتان یفترینه تهمت و افترا به کسی نزنن تهمت های ناروا و خلاص بین ایدی هن و ارجل نه که اشاره داره به بعضی و اتهاماتی که خود افراد هم تا ممکنه به اون مبتلا بشن ولا یاسی نک به معروف و در اون چی دستورات الهی و فرامینی که نیک و خیر هست نافرمانی نکنن نه. پس این پیامبر تو با اینها بیعت کن و نه برای اینها طلب بخشش کن ان الله غفور رحیم آیه 12 سوره ممتحن است که این اشاره به این فضیلت داره خب ام منزه وقتی این قصه رو نقل میکنه که میگه ما اومدیم با انصار در اینجا با پیامبر خدا صلی بیعت کردیم و در اون بیعت گفتیم میگه برای خدا شریک قرار نمیدیم دزدی نمی کنیم زنا نمی کنیم فرزندانمون رو نمی کشیم تهمت نمی زنیم که هی هر گونه تهمتی چه برای خودمون چه کسی دیگه مسائلی که ارتباط با این جریان هست نافرمانی نمی کنیم در دستورات الهی بعد پیامبر فرمود که ولا تخشش نه از واجه نه نگاه کنید که قلقش با همسرانتون نداشته باشید اینو اشاره کرد پیامبر اضافه کرد در صحبت هاشون. بعد اینجا پی... میگه که خب ما بیعت کردیم و رفتیم بعد میگه بعد به یکی از اون زنها من گفتم در این مورد که خب این ماجرای پیامبر گفت قلقش نداشته باشید چیه میگه این اومد از پیامبر خدا صلی الله علیه و این با شوهرتون قل نداشتید منظورتون چیه گفت نگاه کنید بالاخره شما با شوهرانتون پیمان بستید عقد کردید تحت حمایت زندگی اونها قرار دادید تحت حقوق ماله تحت حمایت اقتصادی حمایت جانی روحی زندگی همه اونها قرار گرفتید مواظب نباشید که مواظب اینگونه نباشید که با اونها پیمان بستید پیمان بستید ازدواج کردید بهی غیره و دیگره غیر از خود همسرتون رو دوست داشته باشید و علاقه بهش نشون بدید یعنی صادقانه با همسرانتون باشید همان گونه که اونها با شما صادقانه بالاخره زندگی خودشون امکانات خودشون برای شما قرار میدن شما هم در محبت و دوستی و همراهی با همسرانتون اینگونه باشید چه مرد چه زن فرق میکنه اما این اشاره بود که میگه پیامبر کرد در هر صورت اینجا ابن سعد در طبقات نقل میکنه که همسر ام منظر قیس ابن سعسع سع ابن مال وحب نجاری هست و بالاخره فرزندی به دنیا آورد سلما بنت قیس برای این قیس ابن سعسعی که اسم اون فرزند گذاشتن المنذر ابن قیس که ایشون بعد دیگه همین کنیه ام المنذر بهش داده شده در مورد بیعت ایشون و شروطی هم که خب این موارد رو ما نقل کردیم اما ببینیم سیمای ام منذر یا این سلما بنت قیس رو در جهاد چگونه است می‌بینیم ایشون هم در میدان جهاد حضور داره مثل زنان دیگه در حد توان و شرایطی که هست و موقعیت‌هایی براش فراهم میشه تا بتونه از این لذت و مقام بهره بشه اما این نکتهی ای پیش میاد خب همه براشون شرایط فراهم نمیشد این بود که اینها میخواستن به این مقام و منزلت جهاد خیلی از زنها برسن تعدادی خب میرفتن برای آبرسونی برای بالاخره مداوای زخمیان برای مثلا غذا دادن به مجاهدان و یاری اینها و این امر اونها که همه این اتفاق براشون نمیافتاد حالا به تناسب نیازی که در اون شرایط بود این بود که خب اینا میخواستن بیان توی میدان جنگ بالاخره رسما کنار بقیه بجنگن و این بود که هر کی از زنان میدیدید سعی میکرد در یه فرصتی در یه قضایی همراه باشه حالا یکی از این موارد میبینیم که سلما بنت قیسی عام منزر در قضایی بنی قریزه همراه پیامبر خدا صلی اللہ وسلم با که اونجا بحث جنگ احزاب هست و بعد این جنگ باقی ونی قریزه پیش میاد همراه هست و پیامبر خدا بهشون یک فضیلتی رو داد ببینیم داستان این فضیلت در این همراهی چگونه بود و چه شد بله میگه بعد جنگ احزاب بالاخره این گونه شد که مشکین برگشت کردن اونایی که رفته بودن از اون یهود ساکنان مدینه بالاخره در اونجا به پیامبر خیانت کرده بودند و و هدف داشتن که بالاخره پیامبر رو نابود بکنن حالا این گونه شد پیامبر به هیله خودشون به خودشون برگشت بین بالاخره مشرکان و یهود ساکن مدینه اختلاف شد و اونا رفتن و حالا جنگ کشیده شد به قبیله بنی قریزه و قطفان خب جنگ که به اینجا کشیده شد بین مسلمانان در این مورد که به اتفاق افتاد میگه خب هر کسی رو دیگه جنگ بود دیگه در جنگ حلوا کشونی کشمش حلوا هم که پخش نمیکنه شیرینی که افراد به جنگ جنگ میشدن کشته میشدن و جنگ احزاب که میدونید که جنگ سختی بود چون مسلمان ها در اونجا قرار گرفته بودن که از دو طرف یهود از این ور اینا موشکین و قبایل دیگه هم اومده بودن و قرآن اشاره به سختی این جنگ میکنه هر آن ممکن بود همه مسلمانان خودشون زن بچهشون نابود بشن که خداوند میگه از من فوقکم من اسفل منکم که از هر جهت بالا پایین از هر جهت شما این بالا فوق یعنی اشاره میکنه که مشتکین اومده بودن در اون ارتفاع نسبت به مکه قرار گرفتن اصل اون قبایلی بودن که هم پیمان شده بودن از یهود با مشتکین و ازاغت الابصار یعنی چشمه ها از حدقه بیرون زده بود از خطر و وحشت و بل قتل قلوب القلوب الحناجر و قلب ها به تپش افتاده بود گویا که به صدای قلب ها زربان قلب ها به حنجره میرسید و تظنون بالله ظنونا دوچار شک و گمان شده بودند حتی خیلی مسلمان ها که اون وعده های پیروزی الهی چی شد حنال کپتولی المؤمنون اینجا مؤمنان مورد آزمایشی قرار گرفتن و زلزلو شدید شدیدا و دوچار یک بالاخره تکانهای محکم و شدیدی شده بودن یک آزمایش سنگینی بود به زبان میاد واقعا اتفاق در هر صورت خداوند این گونه کرد که مسلمان ها رو یاری کرد و این احزاب و گروه ها شکست خوردند و خشم برگشت حالا پیامبر خدا مدینه برگشت و جبرئیل پیامبر گفت که دیگه حالا بدون درنگ شما برید به طرف قبیله بنی قریزه و این خیانتی که اینها کردند پیامبر خب اطاعت از دستور جبرئیل کرد مستقیم به صحابه گفت به سمت بنی قریزه بلاخره بنی قریزه رو محاصره کردند این بانوی بزرگوار این صحابی بزرگوار ام منظر هم در این محاصره با هم صحابه پیامبر همراه هست تا بتونه نقش خودش در خدمت به مریضان و زخمیان و بالاخره آب دادن مسلمانان اینا ادا بکنه 25 روز پیامبر اینها رو محاصره کرد و بالاخره شرایط این گونه شد که اینها بالاخره به سزای خودشون ریخ رسیدن توتعایی کرده بودن قصد ترور پیامبر رو داشتن موارد خیلی فراوانی که الان نمیخوایم به اون اشاره بکنیم اما در این جریان یک اتفاق افتاد اتفاقم این گونه بود که در همین لحظاتی که خب سخت بود و جنگ بود و بالاخره هر کسی داشت به سزای اعمالش از این خائنان میرسید یک نفر از اهل بنی قریزه که ارتباط داشت ارتباط خانوادگی و دوستی داشت با سلما بنت قیس ام منذر خودش رو به این رسون بله این شخص خودش رو رسون و در اونجا اومد گفتش که تو بیا منو پناه بده تو منو پناه بده و من بتونم یا در امان باشم و کشته نشم این شخص بود رفاعه بنی سموئل قرزی یا قرز حالا هرچی هست این یهودی هست چون با اینا ارتباط داشت این اومد خودش چکار کرد به برادر این چیز رسید سلیت ببخشید برادر سلما رسون که من اونجا اگه ببخشید اشتباه کردم در اونجا گفتم خواهد سلیت برادرش بود که خودش به برادر سلمارسون و اهل خونواده خانواده رسوند و و بالاخره گفتش که منو پناه بدیم به سمت ام منذر اومد ام منذر گفت برو پیامبر صحبت کن رفت پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و ام صحبت کرد گفت نگاه کنید فلانی با ما ارتباط فامیلی داشته تا دوستی داشته بالاخره رفت آمد داشتیم و فلان امروز به ما پناه آورده که ما پناهش بدیم نظر شما چیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت خب اون رو ما به تو بخشیدیم حالا که اینجوری تو راحت باش گویا رسول الله اون آدمی نیست که بالاخره خیانت بکنه اون احتمالاً مسلمان بشه مثل ما میخواد نماز بخونه و خب شرایطی قبول کرد بود اون شخص پیامبر هم خندید که اگه واقعا نماز بخونه براش خیلی بهتره اما فکر کنید اگه دین خودش رو داشته باشه عاقبتی نخواهد داشت چون بالاخره خداوند دین اسلام رو آورده دیگه اگه حتی موسی علیه السلام الان بود از من پیروی میکرد در هر صورت رفاعه هم مسلمان شد که وقتی به ام منظر پناهنده شده بود و, و این از شرایطی بود که خداوند اکرام کرد ام منظر رو جالبه که نقل میکنن وقتی که رفاه مسلمان شده بود خیلی هم غلام ام منظر مولا ام منظر خب براش خیلی سخت بود شخصیتی فلان این گونه رفت آمدش رو کم کرد با خانواده ام منظر خبر به ام منظر رسید که به خاطر این مسئله این ارتباطش رو کم کرده بهش گفت قسم به تو که غلام من نیستی این چه حرفیه من رفتم در مورد تو پیش رسول خدا صلی الله با ایشون صحبت کردم و گفتم این رو پناه بده ما با, با ما رفت آمد داره انسان خیر پیامبرم خون تو در امان قرار داد و تو رو حفظ کرد من اصلا به اصل و تو اینا کار ندارم تا ما اصل نسبت نسب سر جای خودش هستو و و میگه دوباره خوشحال شد این رفت آمد برقرار شد خب تا همینجا داستان رو داشته باشید ادامه داستان در جلسه بعد ای عزیزان خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم خداوند یار و نگهدارتون باشه